سلام بر شما، شبتان بخیر. به خبرده با من جمال ناصر فرهمند خوش آمدید. سرخط خبرها. ارائه گزارش از اوضاع افغانستان به شورای امنیت. طالبان و داعشیان هنوز هم ظرفیت انجام حمله های مرگبار را در افغانستان دارند. یک شمار قابل توجهی از رهبران داعشیان و طالبان کشته، زخمی و یا بازداشت شدند و جلوی حمله های این گروه ها گرفته شدند. اما در کنار این دستاوردها، ما می خواهیم تا نیروهای ویژه ایمان را نیز دو برابر سازیم. سرنوشت ناروشن خطوط سیاست خارجی افغانستان، پیشنویس خطوط اساسی سیاست خارجی حکومت در حدود 4 ماه پیش به مجلس نمایندگان فرستاده شده است. حدود 4 ماه پیش مجددن متن اصلاح شده به کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه فرستاده شد. انتقاد از عملی نشدن قانون کپی رایت، کتاب های شماری از نویسندگان از سوی شماری از چاپخانه ها خودسرانه چاپ می شود. اگر ایشیابی صورت نگیره، فکر نمی کنم که کسی نویسنده علاقه من شود که کتاب چاپ بکنه. شک و فلاکت که آل بارش و گرامی داشت از ارکین واحدوف، شاعر پروازه ازبکستانی. شاعران و نویسندگان ازبک افغانستان سال روز تولد ارکین واحدوف، شاعر و نویسنده مشهور ازبکستانی را گرامی داشت. یک بار دیگر خوش آمدید به این مجموعه خبری. تا یک ساعت دیگر من میزبان شما هستم. مشروع خبرها. دبیر کل سازمان ملل متحد امشب گزارشش را درباره اوضاع افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد. در این گزارش آمده است که نگرانی ها و برگزار نشدن انتخابات پارلمانی در زمان تعیین شده بیشتر شدند، زیرا احزاب سیاسی درباره ظرفیت و استقلالیت کمیسیون انتخابات نگرانی دارند. در این گزارش همچنان آمده است که طالبان و داعشیان با وجود افزایش حمله های هوایی بر این گروه ها هنوز هم ظرفیت انجام حمله های مرگبار را دارند. گزارش می افزاید که هیچ پیشرفت در راستای صلح با طالبان صورت نگرفته است. در این گزارش آمده که نارضایتی های گروه های سیاسی و حتی برخی از مقام های دولتی چون عطا محمد نور، جنرال رازق و محمد محقق از حکومت افزایش یافتند و اوضاع افغانستان نیز شکننده گفته شده است. گزارش ها می افزایند که در 11 ماه گذشته بیش از 21,000 رویداد امنیتی در افغانستان ثبت شدند که یک افزایش 17% در مقایسه به سال گذشته را نشان می دهد. یک شمار قابل توجهی از رهبران داعشیان و طالبان کشته، زخمی و یا بازداشت شدند و جلوی حمله های این گروه ها گرفته شدند. اما در کنار این دستاوردها، ما می خواهیم تا نیروهای ویژه ایمان را نیز دو برابر سازیم. با این همه، برای صلح همیشگی در افغانستان نیاز است تا پناهگاه های امن گروه های هراس افغان در بیرون از افغانستان نابود شوند. جمعیت اسلامی به حکومت هشدار می‌دهد که اگر درباره منظوری استعفای آقای نور تجدید نظر نکند، تا چند روز دیگر این حزب حرکت‌های مدنی را در سراسر کشور راه اندازی خواهد کرد. معاون سخنگوی این حزب هشدار می‌دهد که اگر به خواستهایشان پاسخ دادن نشود و برخوردهای عقدمندانه حکومت ادامه یابند، جمعیت اسلامی ناگزیر خواهد شد که گزینه‌های نظامی را نیز روی میز قرار دهد. در همین حال، رئیس شورای ولایتی بلخ خاموشی عبدالله رئیس اجرایه را درباره منظوری استعفای آقای نور پرسش برانگیز میداند و میگوید که از انتخابشان پشیمان شدند. در چهارمین روز از منظوری استعفای آقای نور از سوی ریاست جمهوری، بزرگان قوم و باشندگان ولایت های همجوار ولایت بلخ با آقای نور رایزنی میکنند. اگر حکومت به این مسئله تجدید نظر نکنه، گزینه های بعدی شامل حرکت های مدنی، نافرمانی های مدنی با همین ترتیب ادامه پیدا میکنه، نه تنها در بلخ که در شمال افغانستان، در شمال شرق افغانستان، در جنوب غرب و تمامی سواحل افغانستان مردم آمادگی خود دارند. از سوی هم شورای ولایتی بلخ خاموشی رئیس اجراییه را درباره منظوری استعفای آقای نور پرسش برانگیز میداند. رسالت تاریخی خود باید بدانه که برای دفاع از آقای عطا محمد نور اگر نمیخواد چیزی بگوید، حداقل برای کسایی که برای خودت رای داد و انتظار ازیره داشت که تو باید صدایت میکشیدی، متاسف هستم که هنوز هم خاموش نشستی.
اما باورهای مقامهای امنیتی ولایت بلخ این هستند که تغییری و تبدیلی ها در رهبری این ولایت هیچ اثری به امنیت ولایت بلخ نخواهد داشت. قطعا ما خو هیچ نوع کدام تاثیرات منفی را در روند امنیت در شهر مزار شریف ما ندیدیم و کدام شکایتی هم با ما مواصلت نکرده. بلخ در شمال کشور با جمعیت نزدیک به 2 میلیون از رهگذر سیاسی و اقتصادی یکی از ولایت های مهم افغانستان گفته می شود. اکنون خواست مردمی ولایتی است که برای حل مشکلات پیش آمده در رهبری ولایت باید راه‌های سیاسی و مدنی جستجو شوند. شریف امیری، تلو نیوز، شهر مزار شریف. با این حال جنرال عبدالرازق فرمانده پلیس قندهار تصمیم رئیس جمهور را از بهر برکناری عطا محمد نور از کرسی ولایت بلخ نادرست می‌داند. این مقام بلندپایه امنیتی در قندهار می‌گوید که احتمال دارد در نبود عطا محمد نور ولایت بلخ ناامن شود. در همین حال یک عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی میگوید که اگر حکومت مسئولیت رهبری وزارتخانه ها و سفارت های را که از سوی اعضای این نهاد سیاسی داره میشدند دوباره به اعضای جمعیت اسلامی بدهد، آقای نور خود از کرسی ولایت کنار خواهد رفت. جنرال رازق فرمانده پلیس کندهار عطا محمد نور را در تامین امنیت ولایت بلخ اثرگذار میگوید و برکناری وی را از سوی ریاست جمهوری تصمیم درستی نمیداند. یو ولایت چې تجارتی زمینه ورته برابر ده، امنیت ست، تجارت خوندې دي، د خلکو سرمایه کې خوندې ده، دغه واتولس او شمالي ولایتو تجارانو سرمایه او هغه ماجر چې مشکلات پېښې ټول د مزار شریف له الته خوندې دي، نو خدای نکرده د دې سبب یا لوی مشکلات را جوړ شي. با گفته جمعیت اسلامی پیش از این وظیفه‌های سفیران تاجیکستان و بنگلادش که مربوط جمعیت اسلامی بودند به حالت تعلیق درآمدند و وزارت‌های معارف و اقتصاد که سهم این حزب گفته می‌شود نیز از سوی رئیس جمهور از این حزب گرفته شدند. تنها شرط آمدن فرد مورد نظر جمعیت به جای استاد عطا نیست، بلکه شرایط دیگری است که شامل وزارتخانه‌هایی که در حکومت با جمعیت تعلق داره، سفارتخانه هایی است که از سوی منصوبین جمعیت رهبری میشه و این مشکلات باید حل شه. در همین حال منابع در ارک ریاست جمهوری میگویند که آقای محمد داوود از سوی عطا محمد نور برای کرسی ولایت بلخ پیشنهاد شده بود و اکنون آقای نور تنها بر سر مقرری والی با حکومت مشکل دارد، اما جمعیت اسلامی این گفته ای ریاست جمهوری را رد میکند. آقای انجینر داوود تا جایی که من میفهم به امنیت ولایت بلخ پیشنهاد شده، نه به ولایت بلخ. امر مقابل امر دولت مرکزی است. دولت مرکزی مکلف است که ما را روان کنه. ما که به اینجا هستیم مجبور هستیم که دولت مرکزی تدابیر را بسنجه که شخص میشه. در آغاز همین هفته ریاست جمهوری خبرنامه‌ای را درباره منظوری استعفای عطا محمد نور از کرسی ولایت بلخ پخش کرد. آقای نور در حدود 13 سال والی بلخ بود، او رئیس اجرایی جمعیت اسلامی نیز هست. شماری از نویسندگان میگویند که کتاب‌های آنان از سوی شماری از چاپخانه‌ها خودسرانه چاپ می‌شوند. این نویسندگان این کار را نقض حق مادی و معنوی مالکان اثرها می‌دانند. به تازگی 30,000 نسخه کتاب سیاست افغانستان روایت از درون نوشته رنگین دادفرس پنتا وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری پیشین 15 روز پس از چاپ قانونی آن نسخه‌های پی دی اف این کتاب به گونه غیرقانونی پخش شدند. انتشاراتی که این کتاب را قانونی چاپ کرده است میگوید که این کار آسیب فراوان به انتشارات آنان وارد کرده است و میخواهد که حکومت قانون کپی رایت را در کشور عملی بسازد تا حق مالک اثر نقض نگردد. سید مسعود استاد دانشگاه کابل که در حوزه اقتصاد و ادبیات کتاب‌های نوشته است میگوید که کتاب‌هایش بارها به اطلاع او چاپ شدند. کسی چاپ کردهش، کسی ترجمهش کرده، فروختنش، پیسه گرفتنش. کتاب سیاست افغانستان روایت از درون نوشته رنگین دادفر اسپنتا ماه پیش به بازار آمد، اما در روز پس از آن که حتی 40% نسخه های چاپ شده فروخته نشده بودند، پی دی اف اسکن شده این کتاب به گونه غیر قانونی در شبکه های اجتماعی دست به دست شد.
این پست فیسبوکی یک از کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک است. او به مخاطبانش در فیسبوک نوشته است که ایمیل‌های خودشان را به وی بنویسند تا او کتاب دکتر اسپانتا را برایشان بفرستد. و این وظیفه حکومت، خصوصا اداره محترم لوی سرنواری و ریاست محترم امنیت ملی است که ریشه‌یابی بکنند. اگر ریشه‌یابی صورت نگیره، فکر نمی‌کنم که کسی نویسنده علاقمند شود که کتاب چاپ بکنه و ناشر علاقمند شود که سرمایه گذاری روی کتاب نویسنده بکنه. پیش از کتاب سیاست افغانستان روایت از درون، کتاب آقای زلمه خلیلزاد، کتاب فرستاده، هم به گونه غیر قانونی که مربوط انتشارات آزم میشه است و انتشارات در هرات چاپ غیر قانونی شده و به بازار عرضه شده و بیشتر این مورد چاپ‌های غیر قانونی کتاب‌ها از سوی نهادهای صورت می‌گیره که به عنوان چاپخانه فعالیت می‌کنند در دانشگاه‌های خصوصی و دانشگاه‌های دولتی که کتاب‌ها را چاپ می‌کنند به گونه غیر قانونی. این یک از چاپخانه هایی است که روزانه صدها دانشجو برای چاپ مواد درسیشان به اینجا می آیند. اگر کتاب ایرانی باشه که پیدا نشه، یک ضرورت باشه، یک چند ورقش ما میشه او را کپی بکنیم. وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که این نهاد در حد توانش به شکایت های رسیده به این نهاد رسیدگی می کند. امیدوار هستیم که ما مشترکاً بتونیم حداقل موردی که پیش آمده، آخرین موردی که مسئله انتشار غیر قانونی نسخه های پی دی اف کتاب آقای اسپندا هست، این مسئله متوافق لازمه داشته باشیم. اکنون ناشران کشور تصمیم گرفتند که در یک اعتراض سراسری دادخواهانه حکومت را به گونه جدی وادار به اجرای کردن قانون حق نشر بسازند و همین گونه خواستند که هفته اخیر ماه قوس همچون هفته دفاع از حقوق پدید آورندگان اثر و ناشر در افغانستان نامگذاری شود. وزارت امور خارجه پیشنویس خطوط اساسی سیاست خارجی حکومت را در حدود 4 ماه پیش از بحر تصویب و نظرخواهی به مجلس نمایندگان فرستاده است. اما سرنوشت این طرح تا اکنون از سوی مجلس نمایندگان روشن نشده است. شمار از اعضای شورای ملی نقش خطوط اساسی سیاست خارجی کشور را در روابط کابل با جهان مهم می‌دانند و تاکید می‌ورزند که این طرح باید پیش از رفتن شورای ملی به تعطیلات زمستانی نهایی و تصویب شود. خطوط اساسی سیاست خارجی دولت یکی از اصلهای مهم و بنیادین برای پیشبرد برنامه های حکومت ها در چگونگی روابط خارجیشان گفته می شود. و وزارت خارجه پیشنویس خطوط اساسی سیاست خارجی کشور را چندین ماه پیش به مجلس نمایندگان فرستاده است. وزارت امور خارجه نظرات کمیسیون های روابط بین الملل هر دو مجلس شورای ملی را در نظر گرفته، مطابق آن اصلاحاتی را که لازم بود در متن وارد ساخت و حدود 4 ماه پیش مجددا متن اصلاح شده به کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه فرستاده شد. اکنون یکی از اعضای کمیسیون روابط جهانی مجلس نمایندگان میگوید که تلاش میکنند پیش از تعطیلات زمستانی شورا این مسوده را نهایی سازند. تلاش میکنیم که یک کمیته از آدرس خود کمیسیون، یک کمیته محدود تشکیل شود که دوستان وظیفه گرفته همکارا که روی مسوده کار بکنند. بعد از او باز ما را میفرستیم برای نظرخواهی و کمیسیون های مختلف. یکی از اعضای مجلس نمایندگان که نمیخواهد نامش گرفته شود میگوید که پیشنویس خطوط اساسی دولت چندین ماه پیش به کمیسیون روابط جهانی مجلس نمایندگان فرستاده شده است. متاسفانه که ولسی جرگه ما شاهد ازی هستیم که بیشتر از فرامین و مصوبه هایی که از آدرس حکومت میان زمانگیر در اونا پیش از اونا باقی میماند. رئیس جمهور غنی با رسیدن به قدرت برای پیشبرد سیاست خارجیش 5 حلقه را همچون اولویت های حکومت مشخص کرد که در حلقه اول سیاست خارجی او در برابر کشورهای همسایه، در حلقه دوم در برابر کشورهای اسلامی، در حلقه سوم در برابر آمریکا، کانادا و ژاپن، در حلقه چهارم کشورهای آسیایی و در حلقه پنجم در برابر سازمانهای جهانی مشخص شده بود. شاعران و نویسندگان ازبک افغانستان سال روز تولد ارکین واحدوف، شاعر و نویسنده مشهور ازبکستانی را گرامی داشتند. در نشستی در کابل کتابی که گردآوری شعرها و مقاله ها درباره این شاعر پرآوازه جهان ترک است رونمایی شد. شاعران و نویسندگان زبان و ادبیات ازبکی اینجا در کابل گرد آمدند و 81مین سال روز تولد ارکین واحدوف را گرامی می دارند.
در اینجا کتاب رونمایی می شود که شعرها و مقاله های شاعران و نویسندگان افغانستان و ازبکستان درباره این شاعر در آن گردآوری شده است. تاریخین در مین اثرلر اچره پنهان ازبگم امی با انمی مصر شروع میشه. این آدم یک انقلاب ادبی و انقلاب فکری را به ازبکستان به وجود میاره و همین قصیده سبب میشه که امروز ازبکستان مستقل و ازبکستان آباد را اونا صاحب شدن. ارکین واحدوف از اثرگذارترین شاعران سده بیستم جهان ترک به شمار می رود. واحدوف در کنار آن که شعر می سرود و نمایشنامه می نوشت، سیاست نیز می ورزید. کمتر کسی شما سراغ دارین در دنیا که در کنار این که سیاست بورزد، در کنار او کتاب بخوانه، کتاب بنویسه و شعر بنویسه. سرایدن شعر مخصوص کسان است که از دل آدمی می آید و درد آدمها را به تصویر می کشد. وی در سال 1897 میلادی شاعر ملی جمهوری سوسیالیستی ازبکستان شوروی شد و در سال 1999 میلادی لقب قهرمان ازبکستان را گرفت. ارکین واحدوف کارهای شاعران و نویسندگان مشهور جهان مانند گویتا و اقبال لاهوری را به زبان ازبکی نیز ترجمه کرده است. خواست شرکت برشنا از نهادهای امنیتی در کار گردآوری پول برق از زورمندان و مقامهای دولتی. دوباره خوش آمدید. ادامه خبرها. شماری از عالمان دین از حکومت وحدت ملی می خواهند که موقف خش را در برابر تصمیم ترامپ از بحر شناخته شدن بیت المقدس همچون پایتخت اسرائیل حفظ نماید. این عالمان دین می گویند که موقف حکومت افغانستان در مخالفت با این تصمیم ترامپ ستودنی است. عالمان دین در این نشست کابل و بیت المقدس را قربانی دسیسه های ایالات متحده آمریکا می دانند. آنان آمریکا را پشتبان هراس افغانان در کشور می گویند. سفارت آمریکا تا اکنون در این باره چیزی نگفته است. مسئولان برخی از نمایندگی‌های شرکت برشنا از نهادهای امنیتی می‌خواهند که آنان را در کار گردآوری پول برق از زورمندان و مقام‌های دولتی یاری رسانند. به گفته شماری از کارمندان برق، آنان حتی نمی‌توانند رسیدهای مصرف برق را به خانه‌های این زورمندان برسانند، چه رسد به این که از آنان انتظار پرداخت هزینه برق را داشته باشند. در هر یک از نمایندگی‌های شرکت برشنا، روزانه همه کارها به گونه عادی به پیش می‌روند. کارمندان این غرفه های تحویلگیری پول نیز همواره چنین به کارهای روزانه ایشان می پردازند. اما به گفته کارمندان این نمایندگی، چیزی که در اینجا کمتر می توان دید حضور کسانی است که از نشانی مقام های دولتی و یا افراد زورمند بیایند و بخواهند پول برقشان را بپردازند. حتی از واکری که دان خانه از اونا هستند اجازه از ایره نمی تند که بلا به شخص مسئولی که باید بلا بپردازه با ما برسانیم. به گفته مسئولان نمایندگی های شرکت برشنا، مشکلات از اینها فراتر هم می روند و حتی گاهی این نگرانی را به بار می آورند که کارمندان آنان با تهدیدهای جدی روبروستند. بالای همکارای ما فیر تا صورت گرفته که از این ناحیه ما بسیار ترس داریم که خدا نخواسته کدام روز نشه که یکی از همکارای ما را به مرمی مستقیم بزنند. در این میان وزارت امور داخله بر آمادگی پلیس برای همکاری با کارمندان شرکت برشنا در گردآوری پول برق از زورمندان تاکید می‌ورزد. ما آماده هستیم در صورتی که از طرف اونا برای ما به شکل رسمی اگر کدام حمایت و همکاری خواسته باشند، پلیس همراه اونا مطابق قوانین نافذه کشور همراهشان همکاری میکنه. بر روز یکشنبه رئیس شرکت برشنا که به مجلس سنا فراخوانده شده بود، نیز از لتوکوب کارمندان این شرکت از سوی زورمندان سخن گفت. به گفته این مقام شرکت برشنا، نهادهای دولتی، سیاسیون و زورمندان در حدود 10 میلیارد افغانی از این شرکت قرض دار هستند. تا لحظات دیگر. کمک 46 میلیون دلاری بانک جهانی به افغانستان. این پول ها از بهر آوردن اصلاحات در بخش های مالی به افغانستان کمک شده است.
دوباره خوش آمدید و توجه کنید به خبر تازه که همین اکنون به دسترس ما قرار گرفت. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشستی که امروز در نیویورک برگزار کرده بر علیه تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده یا فرمان رکده بر مورد به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل بود رأی رد دادن و این در حالی است که حکومت افغانستان، نماینده حکومت افغانستان هم در این مجلس بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل نمیپذیره. در حالی که آقای ترامپ امروز خبرهای نشر شدند که کشورهایی که وابستگی اقتصادی با ایالات متحده دارند و با آنها کمک‌های مالی را در صورت رد شدن این تصمیم ترامپ قطع خواهد شد. ادامه خبرها. امروز یک نمایشگاه دو روزه ساخته های دستی، فراورده های تولیدی و عکس ها در ننگرهار گشایش یافت. در این نمایشگاه ساخته های دستی زنان از لباس گرفته تا وسایل زینتی به نمایش گذاشته شدند. بخش دیگر این نمایشگاه را فراورده های کشاورزی و عکس های بخش های باستانی کشور می سازند. در همین حال والی ننگرهار می گوید که از بهره بازاریابی برای ساخته های دستی به عنوان این ولایت تلاش خواهند کرد. بانک جهانی 46 میلیون دلار به گونه تشویقی از بهره آوردن اصلاحات در بخش‌های مالی از سوی وزارت مالیه به افغانستان کمک کرده است. مسئولان وزارت مالیه می‌گویند ایجاد اصلاحات در بخش‌های مالی شامل اجرای تعهدات برای اصلاح ریاست عمومی عواید، تعدیل قانون امور مالیات، آغاز مرحله نخست ارائه بیلانس‌های تجارتی بازرگانان به گونه برقی می‌باشد. وزارت مالیه میگوید که این پول از بهره آوردن اصلاحات در بخش‌های مالی از سوی بانک جهانی به حکومت افغانستان داده شده است و این وزارت برای بهبود عرضه خدمات و اصلاحات در بخش‌های گوناگون برنامه‌های دیگر نیز روی دست دارد. دی عواید په برخه کې د اصلاحات او د ملکی دول عمل هغه ژمن مو چې د نړیوال بانک سره درلود د ژمنو د پلیکی دول عمل مو د یاد بانک څخه د 6 میلیون ډالر په اندازه تشویقي مرستو تر عنوان لاندې ژمنه ترلاسه کړه. دغه پیسې به د افغانستان د ملي بودیجې له لارې د لا اصلاحاتو په موخه د افغانستان د لومړیتوبونو پر اساس کارول کیږي. در این حال شماره ساگاهان امور اقتصادی میگویند که هنوز هم فساد گسترده در بخش های مالی و گرد آوری درآمدها وجود دارد و نیاز است که حکومت از کمک های بانک جهانی به منظور اصلاحات بیشتر کار گیرد. که چیه دا همدغه پیسې چې بانک جهانی من سره مرسته کړې ده دا په زیربنایي پروژو کې مصرف شي او مفیدیت او فایده به لا زیاته زموږ دپاره. پر بنیاد تفاهمنامه ای که در سال 2016 میلادی میان بانک جهانی و وزارت مالیه به امضا رسیده است، بانک جهانی تا پایان سال 2018 میلادی 900 میلیون دلار پول تشویقی را در برابر اصلاحات در اختیار این وزارت قرار می دهد. تا لحظات دیگر. رویداد ملبورن یک حمله هراس افکنانه نیست. پلیس استرالیا میگوید که حمله کننده معتاد به مواد مخدر و مبتلا به یک نوع بیماری روانی است. ادامه خبرها. رئیس جمهوری آمریکا هشدار می‌دهد که اگر کشورهای عضو سازمان ملل متحد پیشنویس قطعنامه سازمان ملل متحد را تایید کنند، آمریکا کمک‌های مالی را به این کشورها قطع خواهد کرد. و یک استرالیایی افغان تبار با موترش عابران پیاده را در یک جاده پر رفت و آمد در شهر ملبورن استرالیا زیر گرفت. مقام های پلیس میگویند که در این رویداد بیش از 19 تن زخمی شدند. وضع صحی شماری از زخمیان وخیم گزارش شده است. در میان زخمیان یک کودک نیز شامل است. پلیس از بازداشت دو تن پیوند به این رویداد خبر میدهد. ممنون از همراهیتان و خبرها در این ساعت در شبکه طلوع. با خبرهای بیشتر ما را در طلوع نیوز دنبال کنید. و در تولنیوز هم یک بار دیگر نگاهی میاندازیم به سرخط خبرها. ارائه گزارش از اوضاع افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل. طالبان و داعشیان هنوز هم ظرفیت انجام حمله های مرگبار را در افغانستان دارند. طالبان داعش یک شمار قابل توجه از رهبران داعشیان و طالبان کشته، زخمی و یا بازداشت شدند و جلوی حمله های این گروه ها گرفته شدند. اما در کنار این دستاوردها ما می خواهیم تا نیروهای ویژه‌مان را نیز دو برابر سازیم.
سرنوشت ناروشن خطوط سیاست خارجی افغانستان، پیشنویس خطوط اساسی سیاست خارجی حکومت در حدود 4 ماه پیش به مجلس نمایندگان فرستاده شده است. حدود 4 ماه پیش مجدداً متن اصلاح شده به کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه فرستاده شد. انتقاد از عملی نشدن قانون کپی رایت در افغانستان. کتاب های شماری از نویسندگان از سوی شماری از چاپخانه ها خودسرانه به چاپ می رسند. اگر ایشیابی صورت نگیره، فکر نمی کنم که کسی نویسنده علاقمند شود که کتاب چاپ بکنه. شهر و فلاکت که آل بارش و گرامی داشت از ایرکین واحدوف، شاعر پرآوازه ازبکستان. شاعران و نویسندگان ازبک افغانستان سال روز تولد ایرکین واحدوف، شاعر و نویسنده مشهور ازبکستانی را گرامی داشتند. وزیر خارجه ازبکستان به هدف عملی شدن توافقنامه های دو جانبه امروز وارد کابل شد. این دیپلمات بلندپایه ازبکستانی که در رأس یک هیئت بلندپایه به کابل آمده است، با رهبران حکومت و صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت امور خارجه کشور دیدار و گفتگو کرد و خواهان عملی شدن بیش از 40 توافقنامه شده که در دیدار اخیر رئیس جمهور غنی از تاشکند با مقام های ازبکستانی امضا شدند. وزارت امور خارجه میگوید که این دیپلمات بلندپایه ازبکستانی بیشتر از همه بر آغاز کار خط آهن مزار شریف هرات که به کمک این کشور ساخته میشود تاکید میورزد. عمدتاً درباره احداث خط آهن مزار شریف هرات که به همکاری کشور دوست جمهوری ازبکستان صورت میگیرد و همچنان تمدید لاین برق از سرخان ازبکستان به پلخمری در افغانستان به ظرفیت 1000 مگاوات بحث و تبادل نظر صورت گرفت. آموزگاران لیسه های افغان ترک میگویند آنان در افغانستان پناهنده هستند و فرستادن دوباره آنان به ترکیه از سوی افغانستان قانونی نیست. در همین حال معاون لیسه های افغان ترک این ادعای ترکیه را که لیسه های افغان ترک شاخه های از نهادی هستند که مرکز آن در ترکیه است رد میکند و میگوید که این لیسه ها هیچ پیوندی با کدام نهاد خارجی و یا کشور دیگری ندارد و هزینه های این مکتب ها تنها با پرداخت فیس دانش آموزان این مکتب ها فراهم میشوند. حکومت ترکیه ادعا کرده که لیسه افغان ترک در افغانستان شاخه از نهاد ممنوع اعلام شده در ترکیه هستند، اما معاون لیسه افغان ترک در کابل میگوید این لیسه هیچ پیوند با نهاد و یا کشور خارجی ندارد. این مؤسسه هیچ وقت در ترکیه دفتر مرکزی نداشته و هیچ گونه ارتباط سازمانی با هیچ یک از نهادهای موجود در ترکیه ندارد. این در حالی است که یلماز آیتین، آموزگار لیسه افغان ترک، هم‌اکنون در بند خانگی به سر می‌برد. شماری از خانواده‌های دانش آموزان در نشست خبری گرد آمدند و از حکومت می‌خواهند تا برای آزادی این آموزگار هر چه زودتر اقدام نماید. سر دولت صدا می‌کنیم متحدانه و با یک صدا که مبادا اینا یک اشتباه تاریخی را انجام بدن و الماس به وطنش برگردانند. در مسیر را و یا خانه‌هایشان تلاشی میشه استادای افغان ترک به این پروسه خاتمه داده شد. این نی به نفع دولت افغانستان است، نی به نفع مردم افغانستان است. حاکمیت قانون هر روز در روشنی آفتاب جرح زده میشه و این درست نیست. در کنار این آموزگار ترک، یکی از بازرگانان ترک نیز در کابل در بازداشت خانگی به سر میبرد. وکیل مدافع او میگوید که مکتوبی که از ترکیه برای بازداشت او به حکومت افغانستان فرستاده شده است قانونی نیست. ماده 13 قانون میگه که درخواست استرداد از طرف محکمه کشور خارجی باید صورت بگیره. بعد از اینکه از طرف محکمه صورت میگیره، سالانوالی باید دلایل الزام مجرمیتش ارزیابی کنه. بعدا تصمیم استرداد مربوط شورای عالی استر محکمه هست. بنابراین شورای عالی استر محکمه امارات به تصمیم میگرفت. این دو آموزگار مکتب های افغان ترک با بازرگان ترک و یک شهروند افغان بر روز سه‌شنبه هفته پیش از سوی امنیت ملی به گونه مرموزی بازداشت شدند.
کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی میگوید که تا اکنون 53 شکایت را درباره چالش ها در برابر مرکز های رای دهی دریافت کرده است. امروز که فرجامین روز دریافت شکایت ها بود، شمار از شکایت ها در دفترهای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات درج شدند، زیرا کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی در ولایت ها دفترهای فعال ندارند. اما نهادهای ناظر انتخابات میگویند که گردآوری شکایت های مردم درباره کمیسیون مستقل انتخابات از سوی این کمیسیون زمینه را برای تزویر و نیز پنهانکاری این شکایت ها از سوی کمیسیون مستقل انتخابات فراهم می‌سازد. شهروندان کشور کمتر از 20 روز فرصت داشتند که شکایت هایشان را درباره مرکزهای رای دهی و کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی بفرستند. تا کنون حدود 53 شکایت در ارتباط به مراکز و محلات رای دهی به کمیسیون واصل شده. افزون بر از این، تعداد زیادی از شکایت هاست که به دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات رسیده و هنوز اونا رسما به ما ارسال نکرده. اما دریافت شکایت نامه ها درباره کمیسیون مستقل انتخابات از سوی این کمیسیون نگرانی هایی را به بار آورده است. با کمیسیون انتخابات یک تفاهمی کردن که از طریق کمیسیون انتخابات شکایت جمع آوری کنن که این کار درستی نیست، به خاطر اینکه نهادی که خودش یک کار انجام میده چطور امکان داره که حتی اگر شکایت ها هم علیه اونا باشه اونا انتقال بدن به مرکز. افزون بر این، چالش های گوناگون به ویژه بحران مدیریت در کمیسیون مستقل انتخابات، خوشبینی ها در برابر برگزاری یک انتخابات شفاف و در زمانی از پیش تعیین شده را کاهش دادند. هم مشکلات درونی کمیسیون، هم مشکلات درونی نظام و هم مشکلات سیاسی منطقوی، هر سه مسئله گواهی این است که ما در زمانی معین برای یک انتخابات از این دولت انتظار به اصلاح کار و برگزاری را نخواهیم داشت. در حالی که کمتر از 7 ماه با برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی ها مانده است، کمیسیون مستقل انتخابات با کمکاری و ضعف مدیریت روبروست، اتهامی که از سوی این نهاد رد می شود. کتابخانه بدخشان یگانه منبع بزرگ دستیابی به اطلاعات دانشجویان و دانش آموزان این ولایت است. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگویند که فرهنگ کتابخانی در بدخشان در مقایسه با سالهای پیش بهتر شده است، اما شمار کتابخانه ها در این ولایت محدود است. این مسئولان میافزایند که پس از فعالیت 4 کتابخانه مربوط ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان به شمول کتابخانه مرکزی این ولایت، دلبستگی مردم به مطالعه بیشتر شده است. با آنکه با فراهم شدن سهولت‌های بیشتر اینترنتی و دسترسی مردم به کتابخانه‌ها از طریق رسانه‌های اجتماعی، اما هنوز هم مردم در بسیاری از بخش‌های افغانستان به اینترنت دسترسی ندارند و بیشتر به کتابخانه‌های عامه رجوع می‌کنند. بدخشان یکی از ولایت‌هایی است که جوانان آن خواهان ایجاد کتابخانه‌های بیشتری هستند. این ولایت تنها 4 کتابخانه دارد. شریف شایق یکی از دانشجویان در ولایت بدخشان می‌گوید که همه روزه برای یک ساعت به کتابخانه عامه فیض آباد می آید و مطالعه می کند. کتابخانه عامه بدخشان تنها مرکزی است که کتاب های خوبتر را در اختیار دارد و تنها مرجعی که می تواند مشکلات کسایی که در بخش کارهای علمی می کنند، کارهای تحقیقاتی می کنند، مرفوع بسازد. همین کتابخانه عامه بدخشان است و در گذشته وقتی ما نیازی به کتاب داشتیم به اینجا مراجعه می کنیم. از سوی هم مسئولان کتابخانه عامه در بدخشان میگوید که پس از ایجاد این کتابخانه ها نزدیک به 14,000 جوان در این ولایت به مطالعه روی آوردند. به گفته او روزانه صدها تن از جوانان و دانشجویان به این کتابخانه مراجعه می کنند و مشکلات آموزشیشان را برطرف می نمایند. از ساعت 8 الا 4 عصر برای مراجعین باز است که میتونن مراجعین امروزه شامل محصلین و شاگردای مکتب و همه مردم میتونن امروزه میان اینجا استفاده میکنن. و نسبت به اینکه به سالهای گذشته فرهنگ مطالعه رشد کرده و منابع زیادی هم در کتابخانه بیشتر شده. با این حال شماری از فرهنگیان بدخشان برنامه گردآوری کتاب را در کابل را اندازی کرده اند و نزدیک به 2500 جلد کتاب جمع آوری و به کتابخانه ولایتی بدخشان تسلیم دادند. کمپین جمع‌آوری کتاب به مدت 4 هفته در کابل را اندازی کردیم و دوستان ما از تمام افغانستان به این کمپین کتاب دادن و ما به تعداد 2500 جلد کتاب به کتابخانه بدخشان آوردیم تا اهدا کنیم.
دانشجویان در بدخشان قطعا با کمبودی منابع دست اول مواجه هستند. هنگامی که بخوان برای پایان نامه تحصیلیشان بنویسند در دانشگاه و یا کنفرانس ها کارهای خانگی که برایشان داده می شود و کمبودی مراجع مواجه هستند. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان می گویند که آنان تلاش دارند تا با جلب حمایت نهادهای کمک کننده کتاب های زیادی را به این کتابخانه خریداری کنند و مشکلات مراجعان را از ناحیه کمبود منابع اطلاعاتی و معلوماتی برطرف نمایند. پناهجویان افغان در مرزهای سربستان با چالش‌های فراوان روبرو هستند. این پناهجویان بیش از یک سال است که تلاش دارند تا خودشان را به کشورهای پیشرفته اروپایی برسانند، اما بارها از سوی پلیس بازداشت شدند و اکنون روزهای دشوار را در این زمستان سپری می کنند. در این حال پلیس در سربستان و کرواسیا از بازداشت 17 تن به اتهام قاچاق شهروندان افغانستان و شماره از شهروندان کشورهای دیگر در این دو کشور خبر می دهند. ده‌ها تن از پناهجویان افغان و کشورهای دیگر با رسیدن فصل زمستان در مرزهای سربستان با دشواری‌های فراوان روبرو هستند. این پناهجویان که می‌خواهند به کشورهای اروپایی برسند، بارها از سوی پلیس این کشور بازداشت و رد مرز شدند. من بیش از 30 بار از مرز گذشتم. پلیس مرا در کرواسیا دستگیر کرد و گفت که دوباره به سربستان برگردم. پلیس کرواسی تا اکنون مرا 3 تا 4 بار بازداشت کرده است و من رد مرز شدم. من در اینجا در جنگل خواب می شدم. در اینجا نه آب است، نه غذا و نه جایی برای حمام کردن وجود دارد. این پناهجویان در تلاش دریافت فرصت برای گذشتن از مرز هستند، اما بارها پلیس سربستان مانع آنها می شود. این مرز 18 ماه پیش پس از توافق اتحادیه اروپا و ترکیه برای پناهجویان بسته شد. خانواده من در ایتالیا زندگی می کنند. من می خواهم با آنجا بروم. در همین حال پلیس در سربستان و کرواسیا از بازداشت 17 تن به اتهام قاچاق غیرقانونی پناهجویان خبر می‌دهند. از این میان 13 تن در سربستان و 14 تن در کرواسیا بازداشت شدند. مقام‌های این دو کشور این بازداشت‌ها را بخشی از یک عملیات می‌دانند که چند ماه پیش برانداخته شده بود. در یک اعلامیه پلیس سربستان آمده است که این گروه 17 نفری قاچاقبران انسان 82 افغان به شمول عراقیان و ایرانیان را به گونه غیرقانونی از سربستان به کرواسیا و سپس به کشورهای دیگر اروپایی انتقال می دادند و از هر یک بیش از $1,700 پول گرفته بودند. و در این لحظات هم رفت برگشت کوتاهی می داشته باشیم. دوباره خوش آمدید. سال 2017 با رویدادهای بزرگ به همراه بود و ما در تورو نیوز سلسله گزارش های از رویدادهای مهم سال 2017 را آغاز کردیم و به نشان می پردازیم. در نخست در دو ماه اول سال 2017 که ماهای جنوری و فوریه هستند چه اتفاقاتی رخ دادند؟ مهمترین آن به کرسی نشاندن یا تحلیف دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور بود. به این گزارش توجه کنید. در روز اول سال نو میلادی 2017 یک مرد مسلح با تیراندازی در یک کلاب شبانه در استانبول 39 تن را کشت. عبدالقهار مشارف شهروند ازبکستان مسئول این حمله شناخته شد. او چندین بار جنگ افزارش را پر کرد و بر زخمیان نیز شلیک کرد. مقام های ترکیه اعلام کردند که او در افغانستان آموزش دیده بود و با گروه داعش پیوند داشت. در پنجم ماه جنوری سال 2017 میلادی شبه نظامیان کرد پس از منفجر ساختن یک موتوربم در بیرون دادگاه در شهر غربی ازمیر ترکیه با پلیس درگیر شدند. در این رویداد دو تن کشته شدند. در ششم ماه جنوری یک سرباز پیشین 26 ساله آمریکایی که در عراق خدمت کرده بود در میدان هوایی فلوریدا آتش گشود که 5 تن در آن کشته شدند. استیون سانتیاگو از ایالات آلاسکا با جنگ افزار و مهماتش سفر کرده بود. او در میدان هوایی جنگ افزارش را پر از گلوله ساخت و سپس بر مردم آتش گشود.
او به بازجوها گفت که از داعش الهام گرفته بود و پیش از حمله بر تندروان به گونه آنلاین سخن گفته بود. در هفتم ماه جنوری موتر نفت در مرکز شهر اغزاز سوریه در نزدیک مرز ترکیه منفجر شد و ده‌ها تن کشته و زخمی بر جا گذاشت. در این حمله کم از کم 48 تن که بیشترشان غیر نظامیان بودند کشته شدند. ترکیه گفت که داعش در این محل یک موتر بمب‌گذاری کرده بود. در هشتم ماه جنوری بشار الاسد رئیس جمهور سوریه با نمایندگان پارلمان فرانسه در شهر دمشق دیدار کرد. او در این دیدار گفته بود که بر گفتگوهای صلح که قرار بود در ماه آینده در قزاقستان برگزار شود بسیار حساب میکند. شهر آستانه پایتخت قزاقستان در 23 ماه جنوری گواه سومین دور گفتگوهای صلح سوریه بود. روسیه و ترکیه تلاش داشتند که برای هموار شدن راه گفتگوی سیاسی یک آتش بس برقرار کنند، اما این گفتگوها از سوی مخالفان حکومت سوریه تحریم شدند و نتیجه چندانی نداشتند. تنها دستاورد این نشست توافق میان روسیه، ترکیه و ایران درباره آتش بس بود. در 27 ماه جنوری نیروهای عراقی اداره شفاخانه راهبردی سلام را در شهر موصل به دست گرفتند. جنگجویان داعش سپس از این محل گریختند. نیروهای عراقی به بخش‌های دیگر موصل نیز پیشروی کردند، اما پیشروی‌ها در جنوب شرق این شهر به علت استفاده داعش از غیر نظامیان همچون سپرهای دفاعی با مشکل روبرو شد. با این حال نیروهای عراقی در یک اقدام نمادین پرچم عراق را در شرق شهر موصل برافراشتند و قدرتشان را در همان محل نشان دادند که داعش 2 سال پیش خلافت خودخوانده‌اش را در آن اعلام کرده بود. سلام. در 28 ماه جنوری باشندگان موصل و بخش‌هایی از این شهر که به ویرانه مبدل شده بودند گشتند. ماه جنوری سال 2017 میلادی برای مهاجران و پناهجویان آسیایی و شرق میانه در اروپا دوران سخت بود. در این ماه نزدیک به 1500 پناهجو در هوای سرد در یک کارخانه متروکه در شهر بلگارد پایتخت سربستان پناه گرفته بودند. در آن هنگام نزدیک به 7000 پناهجو در سربستان به سر می بردند و اردوگاه ها برای جوانان مهاجر جای نداشتند. در 17 ماه جنوری سال 2017 میلادی پلیس برازیل برای پایان دادن به شورش زندانیان از گلوله‌های پلاستیکی کار گرفت. 26 زندانی این زندان در نتیجه درگیری‌ها میان گروه‌های رقیب تکه تکه شده بودند. اعضای دو گروه رقیب که قاچاقبران مواد مخدر هستند در شمار دیگری از زندان‌های پرازدحام برازیل با هم درگیر شده بودند. در 18 جنوری برفکوچ یک هتل را در یکی از بخش‌های مرکزی ایتالیا فرا گرفت و بخشی از آن را ویران ساخت. 29 تن که در این هتل گیر مانده بودند جان باختند. بیستم ماه جنوری سال 2017 میلادی برای ایالات متحده روز مهمی بود. دونالد ترامپ همچون 45مین رئیس جمهور ایالات متحده سوگند وفاداری یاد کرد. در آن روز اعتراض‌های خشونت‌باری در برابر او در شهرهای گوناگون ایالات متحده در جریان بودند. I, Donald John Trump, do solemnly swear.
من دونالد جان ترامپ سوگند یاد میکنم که وظایف ریاست جمهوری ایالات متحده را با صداقت به پیش ببرم. هفت روز پس از رسیدن به قدرت دونالد ترامپ نخستین فرمان مهاجرتیش را صادر کرد که بر بنیاد آن شهروندان هفت کشور مسلمان از ورود به ایالات متحده منع می شدند. اما این کار واکنش های تند مهاجران و گروه های مدافع حقوق بشر را در پی داشت. من ارزیابی های بیشتر را روی کار خواهم آورد تا حراس افگنان تندرو اسلامی را از ایالات متحده دور نگه داریم. ما آنان را نمی خواهیم. 25 ماه جنوری برای سومالیا روز مرگباری بود. 25 تن هنگامی کشته شدند که مهاجمان مسلح با یک موتربم و جنگ افزارها بر یک هتل در شهر موگادیشو پایتخت سومالیا یورش بردند. گروه الشباب وابسته به القاعده مسئولیت این رویداد را پذیرفت. در ماه فوریه صدها تن از شهروندان رومانیا در چندین شهر این کشور به جاده ها برآمدند تا در برابر یک فرمان حکومتی برای غیر جرمی ساختن برخی از جرایم مالی اعتراض کنند. این اقدام حکومت رومانیا بزرگترین عقب نشینی آن از لحاظ اصلاحات سیاسی پس از پیوستن آن به اتحادیه اروپا در سال 2007 میلادی شناخته شد. در پنجم ماه فوریه نزدیک به 500,000 تن در سراسر رومانیا اعتراض کردند. کشورهای غربی نیز از این کار سخت انتقاد کردند. هرچند حکومت رومانیا این فرمان را پس گرفت، اما پس از آن نیز اعتراضها ادامه یافتند. معترضان خواستار برکناری برخی از مقامهای حکومت بودند تا آنکه در ماه جون نخست وزیر این کشور برکنار شد. در سوم ماه فوریه بازرسان سازمان ملل متحد گزارش را پخش کردند که در آن ارتش میانمار به قتل، تجاوزهای گروهی و آتش زدن خانه های مسلمانان روهینگیا متهم شدند. سازمان ملل متحد گفت که این رویدادها در ایالت راخین جرایم ضد انسانی هستند. ماس گنگ ریپس، کیلینگز، تجاوزهای گروهی، کشتارها به شمول کشتار نوزادان و کودکان، لاتکوب وحشیانه، ناپدید شدن و موارد دیگر نقض جدی حقوق بشر از سوی نیروهای امنیتی میانمار در یک منطقه بسته ایالت شمالی راخین در گزارشی که تیم ما تهیه کرده است گردآوری شدند. مسلمانان روهینگیا که در اردوگاه‌های در بنگلادش بسر می‌برند از این گزارش استقبال کردند. مالیزیا برای کمک به این پناهجویان یک کشتی پر از مواد خوراکی و نیازمندی های دیگر را به آنان فرستاد. در سوم ماه فوریه تریزا می نخست وزیر بریتانیا گفت که خواستار روابط مستحکم بریتانیا با اتحادیه اروپا پس از بیرون شدن بریتانیا از این اتحادیه است. نخست وزیر آلمان هم که در نشست سران اروپا حضور داشت از گفته های تریزا می استقبال کرد، اما گفت که تصمیم گیری در این باره به اتحادیه اروپا بستگی دارد. با توجه به گفتگوهایمان می خواهیم با اروپا روابط نیرومند داشته باشیم. می خواهیم که همکاریهایمان با اتحادیه اروپا ادامه یابند، زیرا ما اروپا را ترک نمی کنیم، اتحادیه اروپا را ترک می کنیم. خرسندم که تریزا می میگوید که خواهان رابط نیرومند با اروپا است. نظر من این است که تصمیم گیری درباره یک اروپای خوب، نیرومند و متحد مربوط به 27 عضو این اتحادیه است. باید خودمان مشکلات را از میان برداریم و آلمان می خواهد در این کار نقش داشته باشد. در سوم فوریه موزیم لوروی فرانسه در پاریس گواه حمله یک مرد مسلح با چاقو بر سربازان ارتش این کشور بود. عبدالله الحمامی 29 ساله که شهروند مصر بود از سوی نیروهای ارتش زخمی شد. او در اعترافش گفته بود که از گروه داعش الهام گرفته بود.
او میخواست که نقاشی های مشهور جهان را در موزیم لورو با یک اسپری رنگی تخریب کند تا به گفته خودش انتقام مردم سوریه را بگیرد. در 13 ماه فوریه تلویزیون دولتی کره شمالی تصویرهای یک آزمایش موشکی این کشور و نیز تصویرهای کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را در حال بررسی این آزمایش پخش کرد. کره شمالی اعلام کرد که یک گونه تازه از موشکهای دوربرد را آزمایش کرده است که پیشرفت در صنعت موشکی این کشور بود. پس از این آزمایش دونالد ترامپ گفت که با کره شمالی برخورد سختی خواهد داشت.